یا اطلاع کسب کردیم که 12 سال براشون زندان حکم کردن، 31 سال شد 12 سال. این مجموعه، 12 سال نیست. اگر شبکه رو برداریم حداقل چون چنین جرمی باید حداکثر 10 سال منظور بشه. 10 سال مثلا مجموعش ممکنه بشه 50 سال، ولی طبق قانون آنچه قابل اجرا هست آن میزان از حبسی است که اشد هست. بنابراین میگوین 12 سال و نمیگوین به چند سال، مجموعش 12 ساله. من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که رو پرونده دارم آمدن 45 ماه یا نهایت 4 سال، مجموعش کردن 12 سال. یعنی عملا آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشه تبرئه هستن، دیگر به زندان بر نخواهند گشت. و اشتباه بعدی اینی که آمدن اختلاف کارشناسی رو به عنوان جزای نقدی یک امر حکم تکمیلی هست، به عنوان مجازات تکمیلی هست، نه مصادره اموال. این همه املاک و اموال باید مصادره بشود، باید حکم اینها همه. من میدونم سابقه پرونده چگونه است، داره این اتفاق میفته و از مصادره داره خلاص در قالب مجازات. مجازات چیه؟ مصادره. چرا با این اسنادی که الان به دست اومده که دلالت میکنه که 100% آنچه که تا به حال دفاع بود همه دروغ از کار در اومده، خلاف واقع بود، اسناد داریم ارائه میدیم، آنچه که مرتبطه مستقیم با همین حکم بایستید که دیوان نقض کنه، برگردونه دادگاه، یا این دادگاه یا شعبه هم ارز کلا نقض تحقیقاتی بگیره، از نو بیان مدارکایی که من دادم دوباره رسیدگی بشه، حکم صحیح صادر بشه. اما بخشی اسناد و مدارک اعتبار امر رسیدگی شده رو نداره. یعنی فی‌البدایه بایستید که از طریق دادستان تهران در مقام مدعی العموم پرونده تشکیل بشه، در بازپرسی کار تحقیقاتیش انجام بشه، تحقیقات انجام بشه، لزوماً کیفرخواست صادر میشه، بیاد دادگاه دوباره رسیدگی بشه، اینا از نو باید رسیدگی بشه، جدای از آن چه که میگن که 31 سال گرفت و 12 سال گرفته و اینا. راهکارش اینه، اگر ما هم این کارو نمی‌کردیم، می‌دونستیم همونطور که سال 95 یک گروه اشتباه کردن، یک گروهی در سال 92 اومد، 98 اومد گفت شما رو محاکمه می‌کنیم، ممکنه گروهی دیگه خواهند آمد این گروه فعلی رو محاکمه کنن، بگن شما ترک فعل کردین. و اینجا هم نقش وکیل برجسته است. آقا ما گریزی نداشتم، از حیث مسئولیت قانونی که داشتم، هم اخلاقی هم وجدانی. دیگه به هر حال شما هر طوری تصور بکنید تمام کاسه‌کوسه‌ها تو سر وکیل خراب میشه. اون کیفیت دفاعی که من کردم با آنچه را که دیدم، اگر سکته نکردم نمردم، شانس آوردم.